برای گفتگو درباره بحث پیام رسانها در ایران همراه هستیم با محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و مخابرات از آلمان. آقای تجلی مهر، در مورد پیام رسانها و شبکه های اجتماعی خارجی صحبت ها از سوی مسئولان جمهوری اسلامی متناقض هست. از یک سو رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران گفته که اگر پلتفرم ها در فضای مجازی با خط قرمز های جمهوری اسلامی هماهنگ نباشند فیلتر میشن. از سوی دیگه وزیر ارتباطات ایران گفته که نگران محدود کردن شبکه های اجتماعی خارجی نباشید. آیا سیاست واحدی وجود نداره در این زمینه؟ من گمان میکنم سیاست واحد وجود داره و همون در واقع این اختلالی هستش که سالهاست برای پیام‌رسان خارجی به وجود آوردن. این همشون فیلتر هم بجز اینستاگرام و واتساپ، بقیه همه در فیلتر هستن و این پیام‌رسان همون کاری رو الان دارن میکنن. یعنی کاربران از این پیام‌رسان همون استفاده میکنن که 10 سال پیش هم میکردن. من تغییر رفتاری خاصی در کاربران نمیبینم. منتها سیاست های اینها گاهی وقتا نشون میده که متناقض هست، ولی من فکر میکنم که این تناقض سوریست و اصل قضیه که فیلتر کردن پیام رسان ها باشه، به نظر من در این زمینه تناقض وجود نداره. خب وزیر ارتباطات همچنین از ورود نیروهای مسلح به توسعه پیام رسان ها خبر داده. ورود نهادهایی مثل سپاه به بحث پیام رسان ها چه تبعاتی میتونه در پی داشته باشه؟ بله، اول اینو من فکر کنم بهتر تصحیح کنیم که منظور نیروهای مسلح فقط سپاه نیست، میتونه ارتش باشه، میتونه نهادهای مختلفی باشه. میتونه باشه، ولی ارتش تا کنون هیچ دخالتی تو این قضیه نداشته و من فکر میکنم که بهتر هم هست که ارتش وارد این قضیه نشه. کماکان سپاه بوده و در واقع صحبت از سپاه، اطلاعات سپاه باید کرد. اینها از اول هم حضور داشتن و اینکه الان میخوان این در واقع متولی کل مسئله اینترنت ملی و کنترل اینترنت اینها بشن، خب یک بحثی است که باید دید که منظورشون چی هست. و این از اول هم اینا همیشه حضور داشتن و من فکر میکنم هیچ تغییر خاصی اتفاق خاصی نخواهد افتاد. به هر حال اون فشاری که سیستم فیلترینگ به کاربران ایرانی میاره کماکان فشار وجود داره و من گمان میکنم از نظر تکنیکی یا فنی اینها هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد و اینها همون جور که تاکنون شکست خوردن داریم از زمین باز هم این شکستشون ادامه خواهد یافت. آقای تجلی مهر، در مورد پیام رسان های داخلی، مثلا پیام رسان سروش، کاربران یک بحث ناکارآمدی رو عنوان میکنن، یک بحث دیگه بحث امنیت هست. چقدر امنیت کاربران به مخاطره میفته در صورت استفاده از این نوع پیام رسان های داخلی؟ ببینید، وقتی ما صحبت از امنیت میکنیم باید ببینیم که خطر از جانب کی متوجه کاربران هست. خطری که متوجه کاربران ایران اینترنت هست از جانب نهادهای امنیتی جمهوری اسلامیه، یعنی حکومت جمهوری اسلامی، و کاملا روشن است که اگر کاربران ایرانی از این پیام رسان ها و کلا سرویس هایی که جمهوری اسلامی میخواد بذاره و جایگزین کنه اینها رو با سرویس های خارجی، امنیت کاربران کاملا در خطر. برای اینکه فرض کنید سیستم های وی پی ان فیلتر شکن های خودشون رو پخش میکنن با وجودی که میگن این کار ممنوعه، برای خودشون این کارو میکنن، یا تلگرام ورژن های قلابی درست میکنن، تلگرام ایکس طلا یا اینها، و اینها امنیت کاربران رو کاملا به خطر میندازه. یعنی در واقع به بیان دیگر، کاربران ایرانی هرگاه از هر نوع سرویس رسانه یا هر چیز ایرانی استفاده بکنن، امنیتشون کاملا در خطر است، چون اطلاعاتشون کاملا منتقل میشه به نهادهای امنیتی. بله، بسیار سپاسگزارم آقای تجلی مهر از اینکه با ما همراه بودید. خواهش می‌کنم.